برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جمعیت خدام اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامازلو در شهر آکرا در کشور غنا با برگزاری مراسم جشنی فرارسیدن سال روز عید قدیرخم را گرامی داشت. این مراسم به منظور تجدید عهد و پیمان با مولای متقیان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و با حضور جمعی از شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. جمعی از اعضای هیئت‌های نیکوکار در روز عید قدیرخم به دیدار مرجع عالی قدر آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی رفتند. در این دیدار معظم الله فرمود باید به امیرالمومنین علی علیه السلام توجه کرد و به روش و اخلاق ایشان پایبند بود و از عقاید شیعه دفاع کرد. مدیر اداره بهداشت منطقه زاخو عراق از جان باختن 9 گردشگر و زخمی شدن 26 نفر دیگر در حمله توپخانه ترکیه به شمال عراق خبر داد که همگی از جوانان و کودکان بودند و یک نوزاد 1 ساله نیز در بین آنها وجود دارد. در همین حال هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی حمله ترکیه به شمال عراق را محکوم کردند و آن را تجاوزگری نامیدند. این در حالی است که ده‌ها تن از اهالی شهر مقدس کربلا شامگاه روز چهارشنبه دفتر صدور روادید ورود به ترکیه در اعتراض به این حمله را بستند. سازمان شیعه رایس واش نیز با انتشار بیانیه‌ای حمله ترکیه را محکوم کرد. جمعیت اسلامی نواحی شمال غربی شهر رولینگ میدوزه در شهرستان کواک ایلونی آمریکا خود را برای ساخت مسجد جدیدی در این منطقه بعد از توقف 2 ساله به دلیل کرونا آماده می کند. سالن نماز این مسجد جدید قرار است برای حدود 500 نمازگزار ظرفیت داشته باشد و علاوه بر آن دارای مدرسه برای آموزش علوم اسلامی، کتابخانه و سالن چند منظوره و سالن ورزشی خواهد بود. آستان مقدس حسینی کمک 56 میلیارد دیناری را برای هزینه درمانی شهروندان عراقی انجام داده تا گامی برای تبدیل شدن شهر مقدس کربلا به قطب درمان در عراق باشد. دکتر ستار ساعدی مدیر بخش بهداشت و درمان و آموزش‌های پزشکی آستان حسینی با اعلام این خبر گفت شهر مقدس کربلا دارای ظرفیت‌های مناسب برای تبدیل شدن به قطب پزشکی و درمانی در عراق می باشد. سفر خبرنگار اسرائیلی به شهر مقدس مکه، جایی که ورود غیر مسلمانان به آنجا ممنوع است، با محکومیت گسترده فعالان مسلمان روبرو شده است. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارشی پخش کرد که در آن گیل تاماری، سردبیر اخبار جهانی این شبکه، در حال رانندگی در اطراف شهر مکه مکرمه بود و اشاره به مناظر و نقاط دیدنی آن می کرد که این اقدام با واکنش شدید کاربران فضای مجازی جهان عرب مواجه شد و هشتگ یهودی در حرم را برای اعلام اعتراض خود به این سفر ایجاد کردند.